یک سال مونده ایم اینجا، میخواست خانه ما مشهد پدر مادر ما. یک سال اینجا مونده ایم، گدایی میکنیم روزا، میریم نیر میگیریم. با آنکه افزایش معتادین مواد مخدر در ولایت جنوب غربی نیمروز باعث نگرانی مردم گردیده است، اما تا به حال یک مرکز صحی درمانی که بتواند به صورت درست افراد معتاد را تحت تداوی قرار دهد در این ولایت وجود ندارد. محمد صدیق چخانسوری رئیس شورای ولایتی نیمروز مقامات مرکزی را مورد انتقاد قرار می دهد که در راستای ایجاد مراکز صحی درمانی برای معتادین در این ولایت هیچ کاری انجام ندادند. وی می افزاید بانک چندین بار این مشکل را به مرکز کشور انتقال داده است، اما کدام توجهی صورت نگرفته است. ما از این آیه خیلی سخت نگران هستیم، مردم ما نگران هستند که معتادین ولایت نیمروز ما خیلی زیاد است، اما متاسفانه که تاره برزوه یک شفاخانه یک کلینیک تداوی از اونها شوه که این جوانه اصلاح شوه برای آینده خدمت مصدر خدمت برای مردم خود شوه تاره نشوه. شماری از معتادین نیز از نبود مراکز درمانی شاکی هستند. آنها میگویند در صورتی که جای برای ترک اعتیاد وجود داشته باشد ما حاضریم که به آنجا مراجعه نماییم. شاروخ یک تن از معتادین مواد مخدر است. او میگوید والا با فکر ما دولت هیچ همکاری کتما نمیکنه. او هم کلینیک بر ما درست کرده بود که او هم با ساعت تا ساعت 2 بجه بعد از 2 بجه پس ما را اعلام میکرد. پس همی کار ما شروع میکردیم. میتونیست که شبان روزی باشه، مثلا دکتر مایا و دارو بر ما مایا باشه. دکتر نور احمد شیرزاد رئیس ساعت عامه ولایت نیمروز میگوید یک مرکز درمانی در این ولایت وجود دارد که آن هم بدون بستر، اما با توجه به آمار معتادین نیاز است تا یک مرکز صحی 50 بستری در نیمروز ساخته شود. بریم معتادینی که ما در نیمروز داره کفایت نمیکنه، برعلاوه که اینمی تجدید قرار داشته و به نظر میاد یک شفاخانه 30 بستر یا 50 بستر جای مناسب برای معتادین ساخته شود تا این معتادین به یک شکل صحی که هم از نظر اعتیاد، از نظر روحی، از نظر اجتماعی دوباره اینا برگشت کنه، اینا تداوی شود. دکتر غلام دستگیر آزاد ولی نیمروز میگوید با خاطر تلاش هایی که در راستای محو کشت کوکنار در نیمروز صورت گرفته از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر در حدود 5 میلیون دلار به این ولایت اختصاص یافته که از این پول قرار است یک مرکز صحی 30 بستری برای معتادین ساخته شود. به خاطر اجرات خوبی که در ولایت نیمروز صورت گرفته با کشت مواد مخدر تقریبا به صفر رسید، ما یک بودجه 5 میلیون 164000 دلاری از وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر گرفتیم که از همون بودجه ما یک شفاخانه پیش بینی کردیم، شفاخانه 30 بستر امیدوار منظور شد و بودجه زور بده که ما یک شفاخانه 30 بستر ترک اعتیاد بسازیم. با آنکه ایجاد مراکز صحی درمانی برای معتادین مواد مخدر یکی از دستاوردهای مهم دولت و جامعه جهانی در 8 سال اخیر در افغانستان محسوب می گردد، اما تا هنوز در برخی مناطق دوردست این کشور مردم از نبود این مراکز درمانی برای معتادین مواد مخدر اظهار نگرانی می نمایند. فاروق فیضی، تلویزیون آشنا، نیمروز.